کاروان کجاست کجاست تا سر نهیم تا سر نهیم بر قدم ساروان دوست دردام و حسرتام کنانم زده از رفت دستم نمیرسد که بگیرم اینان دوست دستم نمیرسد نمیرسد که بگیرم اینان دوست ها صحبت پیش آمد مفصل‌تر صحبت کردم ولی خب تکرارش حال بازگو از نجد و از یاران نجد تا در و دیوار را آری به بچ پیغمبر که سر حلقه اولیای اسلامی یعنی عرفای اسلامی به علی و از علی به پیغمبر میرسن در مکه اون حضرت متولد شد و خب در مکم بزرگ شد ولی از همون کوچکی چون پدرش و مادرش و خانواده اینها مورد احترام همه بودند خود این حضرت هم از همون اوائل مورد محبت و احترام خب جریان رو میدونید بعد چند نفر در واقع متنفذین مکه یکو مخیش پیغمبرم بودن اینها خب پیغمبر و مسلمین رو آزار می رسوندن این آزار می بینیم در تاریخ همیشه هست جهت شاید عمده این باشه که خب اونها در قبیله به اصطلاح پیغمبر بنی هاشم یک قبیله‌ای بودن مثلا هاشم
لغتن یعنی کسی که نون خورد میکنه توی آبگوشتی اشکنه یه چیزایی. و مشهوره که پیغمبر هاشم جد پیغمبر در سال قحطی که اطعام میداد خود حضرت هم مینشست، خود هاشم مینشست و برای اونایی که چیز بودن نون خورد میکرد توی کاسه ظرفی بهشون میداد. و از این چندین چیز، اینه که هاشم برش ما چندین کارها از این قبیل داشت، اینه که مورد علاقه پیغمبر چیز بود، مردم بود. ولی به بهانه همین مردم حضرت رو اذیت میکنه پیغمبر رو. پیغمبر خودش هرچه بهش میگفتن صحابه عرض میکردن که اجازه بده ما مقاومت کنیم. خب ما مدامون زیاده، بیشتر هم جوان های زیاد داشتن که پیغمبر فرمودن که بدون امر خدا نمی کنم هیچ کاری. هستم اگه خدا می بینه هر وقت امر کرد. تا خداوند امر به چیز کرد، به هجرت کرد، خودش هم موجبات هجرت فراهم کرد. خود خداوند فراهم کرد و گفت بسم الله، من که بهت گفتم برو، بسم الله بیا برو. این است که از یه طرف اون دوتا قبیله بزرگ در مدینه اسمار یادم افتاد، با هم اختلاف قدیمی داشتن و اغلای قومشون میخواستن با هم صلح کنن. در مثلا 100 سال پیش یه قتلی واقع شده، این به خونخواهی چند نفر هم میگاشت، بعد اونا باید به خونخواهی اینا چند نفر میشه. تا این بعثت پیغمبر پیش آمد و اونا هم شنیدن، غالباً هم همش شنیده بودند که در این ایام پیغمبری ظاهر خواهد شد، منتظر بودند. اون از که اینا اومدن خواهش کردن از پیغمبر که تو بیا مدینه و ریاست همه مدینه رو داشته باش، هم ما و اون قبیله اینا با هم صلح بده. پیغمبر هم البته امر به امر و به امر خدا قبول کرد. تا اونجا از مکه تا مدینه خب رفت، اونایی که رفتن میرن میدونن، نام که نرفتن انشاءالله خواهن رفت که خودشون ببینن، تا نرفتن هم میپرسن میدونن. نمیشد پیاده، عرب خیلی پیاده میرفتن ولی خیلی سخت بود. در این دن خب ابوبکر از پیر مردانه مکه بود که آزاری نمیده، نرسونده بود پیغمبر. او میگن 45,000 دینار پس انداز داشت میخواد که برد. اون چند دینار را مینوستنم شطور خرید یا کرایه کرد، شطور گرفت، غلامش هم چیز کردن،
اینم که وسیله. گفتن بریم به بریم به چجوری برن؟ خیلی محرمانه باید برن. اندازه محرمانه بود که حتی نمیگذاشتن مردم از خارج میان با پیغمبر در تماس بگیرن. حتی بعضی ها که هم تماس پیدا میکردن اینا بشه میگفتن گول این شخص نخوره، در عیاد بالله اشاره به پیغمبر، سحر و جادو میکنه چنین. خوب داد چنین. یا وقتی میدیدن که در وقتی اون اینا رو تحریم کرده بودن، بایکوت کرده بودن، بایکوت خبری، هیچ چیزی از نمیگفتن، اگر کسی از خارج میومد میرفتن سر راه دم دروازه به او میگفتن اینجا حق نداری با اون حرف بزن. به این شدت بود. شبونه فرار کرد، اونم فرارشون. ابوذر چوب زدم، چوپانی میکرد، چوپانی بود. همه اینایی که ما خاک پایشون تو تیای چشم میکنیم اینجور بیکار نبودن، اینجور مشاغل مشاغل داشت. آمد یا هر چیزی پیش پیغمبر بود، شب بود، دیر وقت بود. دور مکه رو محاصره کرده بود، دور خانه پیغمبر رو، برای اینکه میگفتن شب نامردی است که ما شبانه حمله کنیم، کسانی را خانواده، کسانی را اذیت کنیم، کسانی را که میخوایم اذیت کنیم خانواده شبانه نرفتن. اینا جاهلیت شون تازه این بود. صد رحمت به تمدن، حالا جاهلیت اونا این بود. برجر بنا خوب البته به تصویب پیغمبر یا اجازه دستوره پیغمبر بقید از این محاصره بره بینون که نبیننش چجوری میشه. پیغمبر توی گونی گذاشت، سر گونی رو پیچید، ابوذر چیزی گرم رو شونش اومد بیرون. خب شهرم کوچک بود، تازه مدینه که مکه که شهر نسبتا بزرگی بود کوچک بود، همه همه میشناختن. به یکی دوتا از این جامعه دادن، آی پیر مرد، خطاب به ابوذر، چیه میبری؟ ابوذر گونه رو برداشت کنه شده بین گفت محمده. تا گوش اونها نشنید، برای اینکه طاقت نام محمد نداشت یا هرچه بود. پیرمرده گفتن تا هم اون جوانا داد زده بودن، گفتن پیرمرد تو هم ما رو مسخره میکنی؟ خیال کردنی به مسخره میگه که شما اومدین اینجا محمد رفتی بکش برو. خب این مرد راش کنه رو گوید چونه چون راش کرد به این طریق هم از محسن. حالا حقشون است که اون یهودی هایی که اونجا بودن میشیدن
وقتی که خداوند حضرت موسی رو مبعوث کرد و هارون رو هم وزیرش قرار داد، برادرش، موسی علیه السلام عرض کرد خدایا من از اینا کشتم، یه نفر کشتم من مجده و اینها با من همچی منتظر خون من هم. خدا گفت نترس، برو، انا معکما اسمع و اسمع و ارا، من همراهتون هستم، اما این دو نفر من میبینم و میشنوم که اومدن. خب بود فرعون با اون دستگاه یه نفر میاد میگه من از طرف یه چیزی پیامی دارم که این سلطنت رو ول کن و فلانه. پیام اجازه منم مثل آدم معمولی بیاد صحبت کنه که میاد با فرعون صحبت میکنه. کیه که میبینه؟ کیه که میشنوه؟ کی همراهشونه؟ انا معکما اسمع و ارا، من با شما هستم، با شما دوتا. چیز الهی. حالا اینا میانش میان. بعد خود خداوند جایی میگه من خودم همراه فرستادگانم هستم، اونا رو تقویت میکنم. میبینیم این در همه این پیامبران هست. حالا این پیامبر تشریف آورده مدینه، از مدینه براشون پیش ساخته دشمن هست، دشمن ساختن. کی؟ یکی اون رئیس قبیله اونجا عبدالله ابن عبی که اینه میخواستن همین کاری که مردم میخواستن با انجام بدن که صلح بدن، او میخواست انجام بده اینا رو، صلح بده، خودش رئیس بشه. پیغمبر اومد کاچکوزه هاشون به هم ریخت. خب اون دشمن بود دیگه، قهرن تمام. در اونجا بودن، در اون مدینه بودن، خیلی اهل مدینه انصار دیدن، انصار یعنی اونهایی که یاری کردن پیغمبر رو. یه عده مهاجرین بودن از مکه اومدن اونها. پیغمبر مدینه رو خیلی دوست داشت، به خصوص شاید به احتمال قوی که پدر حضرت عبدالله که در سفرش مرحوم شد در مدینه دفن کردن و ما موفق شدم یه حمد و سوره‌ای و زیارتی هم برای چیز بخونم انشاءالله در مدینه. حالا اینا کمتر میبرن، جایی چون شناخت شده نیست کمتر میبرن حجاج رو به اونجا. خب پیغمبر مدینه شد چیزش، وطنش، پدر و مادر که رحلت کرده بودن قدیم،
قوم خیشا همه دشمن حضرت بودن، مسلمان نشده بودن. اینه که حضرت مدینه رو خیلی دوست داشت و بارها میگفت، ولی مکه رو هم دوست داشت. تا قضیه فتح مکه پیش آمد، وقتی مکه رو با قشون آمدن بدون جنگ، حضرت در بیرون مکه چادر داشتن، چادر زده بودن همه قشون، یه دسته قشون جلو رفتن. این قشون نمیاد یادم نیست، اسامه یادم میره خیلی. داد میزد الیوم یوم المسغبه، امروز روزی که انتقام میگیریم. حق شما میبود. در واقع خطاب به مکه ها حضرت فرستادنی که اونم گفتن که یا فرستادن، زود فرستادن که نگو این حرفو، بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانی و چکی. خوب توجه، مدینه ای های ناراحت شدن که حضرت خوب به مکه برگشتن، مکه هم گرفتن و یوم المرحمه هم فرمودن. حتما حضرت مدینه را میگونم بیان به مکه. خیلی نگران بودن و ناراحت بودن، از خدمت حضرت عرض کردن، فرمودن نه، من در همون مدینه هستم ولی مکه رو دوست داشتن حضرت. یکی این که خب وطن اولیه‌شون بود، یکی من که اول بیت مجعل الناس للذی ببکت مبارک، اول خانه که خداوند بیت الحرام بیت الله در کره زمین برقرار کرد، همین خانه ایست که در مکه است. این از که حضرت بعد برای همین که شاید هم برای همین بود یا غیر از این، وقتی در مکه بودن خب طبق امر الهات، یعنی امر خاصی نشده بود، رو به بیت المقدس خانه دوم خدا بود، در واقع رو به اون خانه نماز میخوندن. به مدینه که آمدن در یک بار حضرت وسط نماز روی از بیت المقدس برگردوندن رو به مکه. که یا مسلمین بعضی هاشون یا کفار برگرد به صورت پرسش گفتن که چی شد از اون رو به اون خانه ای که نماز میکردی عوض کردی؟ خب قطعا بیشترم این شایع و ایراد رو یهودی ها که در و مسیحی هایی که در اونجا بودن چیز میکردن. پیغمبر که جوابی نداشت، برای اینکه خودش به میل شخصی که این کار رو نکرد، میل نبود
امر الهی بود. در واقع شاید تو دل رو کرد به خداوند که خب چرا کرد، چی شد، من چی بگم به اینا. اون وقت اون آیه آمد قد نرا تقلب وجهی که به سما فلنولینک قبلة ترضاها. تو میگی ولی ما دلنگرانی تو در آسمان ها من دیدم، دیدیم قدنران وقتی این دیدیم اون وقت برای قبله ما عین کردن که راضی باشی. اینها البته نمیدونم از مواردی است که خداوند به پیغمبر ما لطف کرده. هزارون هزار از این چیزها هست. قدر و تقلب و بچک فرسما فلن الولی هم یعنی که علاقه و محبت پیغمبر به همون گرد و خاک و قباری که در مکه بود طبیعی بود. پیغمبرم گفت انا باشن و مثل کن. الان به نام وطن چقدر فداکاری ها خون ریزی ها میشه که حتی ممکنه خیلی هاش هم بی جا باشه. این رو علاقه ایست که و مجازات هایی هم که در حیطه تاریخ همه جا یه حکومت علیه دشمنانش میگرد تای تاریخ این است که از رفتن به وطنش و چیز منعش کنه یا این که اگر هم در وطنه تبعیدش کنه به جای دیگر نگه داره. این هیچ منافاتی با وطن یا با دین نداره. خود پیغمبر ما آقای پیغمبر برای ما مظهر دینه، کما اینکه سنت پیغمبر هم ردیف قرآن آوردن از ادله اربعه. قرآن است و سنت و اجماع و عقل. سنت دیده اون چه پیغمبر چیز کرد. پیغمبر محبت اینو که کسی بهشون کرد فراموش نمی کنه، به هر نحوی باشه جبران می کنن به نحوی چیزی که باشه. محبتی ده هم که اون ذرات خاک، اون مولکول ها از ذراتی که در این خاک هست و یه جذبه ای داره، یه جذبه ای داره. ما خودمون هم مخلی از همه خاک آفریده شدیم. همه خاک که گل کوزه گری میکنن چیز کردن. اصلا بد به خلقت جهان از همین چه خلقه و من سلسالم که الفخار ما را از همین آفریده. این محبت فراموش شدنی نمید. اون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق اون هم از خاطر ما معاف نمیشه. ما هر که دوستی کنی دوستش، هر که دشمنی کنه اگه با بزرگواری ما چیز کنه برخورد کنه ندیده میگیریم و اگر نه
مصداق فخلد علیها، فخلد علیهم آیت قرآن. بعد انشاءالله خداوند ما میگیم ما ایمان داریم، ولی کی ایمان رو برای ما نگه میداره؟ کی به ما ایمان میده؟ خدایا ایمان به نخورت هم نگه دار برای ما. من جورش دوست چنانم که هر که دید رحمت کند، من جورش دوست چنانم که هر که دید رحمت کند، مگر دل نامهربان دوست یار. گر دوست بنده را بکشد